أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسیار خوشحال استم کې د خدمت شمو مؤمنین و مؤمنات و مخصوصا جوانهای کې میخاین ارسی کنن د خدمت یزونا بایم چند مطالب را در باره مسائل ازدواجی زندگی و مخصوصا دیورس یعنی امو طلاق مطالب بیان کنم. مدثر علی درو مور توغمونه و دیگه برادرانم توغمونن. اگر آواز ما صحیح مایه درو و شما درو میشنوین یک اوکی بیدین تاکی بس با قایده مطالب را ما در خدمت شما رایز را شروع کنم. یک اوکی که است اگر برادران بیدن آواز صحیح مایه، چون انجینیت که است کم پرابلم موشه باز اوقات، لذا امی آواز را در خدمت شما ممکن آواز اگر مایه امار اطلاع بیدین. خب عزیزان برادران، در خدمت شما مطالبی بسیار مهم درباره دیورس و یعنی فکتورز آف دیورس می خواهیم. بسیار اهم پوینتس از نگاه اسلام و از نگاه نفسیات دانها روانشناس ها می خواهیم بیان کنم. اموتر که خبر استین در منی سوسایتیزم و چی در کویتا بگر و چی در استرالیا یا در یورپ بگر، مسائل خانوادگی روز بروز زیاد شده رهیه، جنگ و جدل زیاد شده رهیه، مشکلات در او زیاد شده رهیه، طلاق ها ریشویشی ریتینگ طلاق شی بسیار زیاد شده رهیه در منی مارشیزم و در استرالیا و کدزمو کی خواهرها و یا برادرهان و جوانها کی تماس میگرن، اونها ایره مگن که مو مشکلات مو روز بروز زیاد مشده رو و مو اندرستندینگی که منی خانه داشته باشی وجود نداره، لذا مسائل را حل چیز مو پرسان مونه و مو هم چون که سبجکت از ما درباره مسائل زنها هسته و مسائل مرده هسته و فضل پروردگار یالا مو پی اچ دی خورم دمزی وومن رایتس ان اسلام که است کدیم. خب بر حال معلومه که وومن رایتس ان اسلام که وقتی مو سبجکت را بنش پی اچ دی مونی دیگه باید مکاتیب فکر مو مورد مطالعه قرار میدی، اونها را مو مورد تزیه قرار میدی و بز یک سپیشلیست مطالب را مو جمعوری مونی باز اوقات مختلف مسائل ها و او را گیری قوم و گیری ملت و گیری جوان ها مو پیش مونی. لذا ما امروز می خواهیم در چند ستیپ وایز که مو در چار مجلس استی یا پنج مجلس استی پروگرام استی در خدمت شمو مو مطالب دیورس را و فکتورز آف دیورس را می خواهیم بیان کنم. هرچندی که مسئله خودی دیورس بسیار مسئله شی گمبیر است، مسئله شی بسیار پیچیده است و در یک چار پروگرام مو نمیتونی تمام فکتورز را بیان کنی و اگر انشاءالله گو وقت شد یا حسینی سوسایتی آف ویکتوریا مو را این مهلت دت مو مزید کد مطالب می مسائل طلاق را ما میتونم مطالب نو و جدیدم بیان کنم، چون که ما پی اچ دی ما تیسیس ما هم د امزی مسائل طلاق درو هسته، عوامل طلاق، فیکٹرز اف طلاق، راه حل ها چیه، ریشوی طلاق د مختلف ممالک مخصوصا د کویتا پاکستان چی طور درو زیاد شو دریه، اینها را ما مورد بررسی قرار دادم د منی تیسیس خو پی اچ دی خور ان شاء الله ایره د صورت کتابه مری کوشش هسته کی د انګلیش هم چاپ شونه و هم د اردو و هم د فارسی. خب علی مای د اصل مطلب خو اینا مقدماتی بیس بود، چون که مو فیکس اف بجه تایم گفته بود موضوع پیش ما میخواستم مطالب را کم مقدماتی مطالب را بیان کنم تا تایم از موم شونه و برادرانم شرکت کنن و شموی عزیزانی که تقریبا در اتوق منی نمی چند نفرا شمو گزارش همیه که ویدیو را شیر کنند مختلف گروپس و تاکی مردم و جوانها مخصوصا فیملیز آگاه شونه و ای ریشوی طلاق در منی مارشیزم و ریشکن شونه و کم شونه و جوان ها یک زندگی پرسکون و زندگی بسیار آرامش را نصیبی از ای جوان ها شونه. خب از زنی من
اسباب و فیکٹرز طلاق بسیار زیاد است. مو دمنی یک دو سه مجلس گفتم گفته نمیتنی و باید زوجه هایی که اونایی که عرسی کدن درو مینگرنن که در مرحله جدایی هستن و خانش جنگ و جدل شروع شده، خانش درو طرف بربادی خدا نخواسته طرف موره و خانش یک فضای جهنم را درو نشو میده. خب اینها باید متوجه باشن که فکتورز آف طلاق را باید بوره بررسی کنه، مورد تجزیه طلاق قرار بدن. خب وقتی که مو یک مریض را مینگرنی، مریض مشنه یا یک شخصی که ناجور مشنه، خب قبل از او باید مختلف تست شونه، مختلف آزمایش ها شونه تا دردی از او چیز را معلوم کنه، برای او بس دوا تجویز مشه، برای او دوز بس تجویز مشه. لذا مو هم جوانهار امیر مگی که قبل از اینکه شما در طلاق برسین باید امو عوامل طلاق را باید مورد تزیه قرار بدین. یک زندگی که شما آغاز کردین یک سال مشه، دو سال مشه، سه سال مشه، بعضی ها اف سال مشه، این زندگی را که در او منیشی جنگ و جدل پیدا شده، منیشی تلخیا پیدا شده، اینها را شما مورد تزیه قرار بدین، تحلیل قرار بدین که چرا در او زندگی از مو طرف نابودی در او موره. وقتی که دوا مو درد را پیدا کردی دوا هم پیدا میشه. لذا مو میخوایی دزی چند پروگرامز امی درد را مو اول تشخیص شی بدی که چرا دمنی زن و شوهر ای جگره ها پیدا میشه، اختلافات پیدا میشه. لذا گفتم اونهایی که تازه ازدواج کردن، اونهایی که درو ازدواج میخواه کنن، اونها هم باید از عوامل چی خبر باشه که قبل از اینکه دزی مشکلات گرفتار شنه گای نا از اول تیاری داشته باشد که زندگیشی جهنم جور نشنه، زندگیشی پر از اختلافات ما بینش در وجود نیه. خب این مقدمه. یک چیزی دیگه که بسیار ضروری از زنی من دمنی اسلام حتی در مختلف مکاتب ادیان که انسان توق مونه مینگرنه که ازدواج یک امری مقدس است، مخصوصا در اسلام ازدواج یک امری مقدس است. بسیار برش تاکید زیاد شده، روایات برش بیان وارد شده از اهل بیت علیهم السلام، خود قرآن در سلسله ازدواج بسیار زیاد تاکید کرده و یک چیزی مقدس است ازدواج در منی اسلام. منی امو مکاتب دیگه دینها هم ادیانم ای ازدواج یک امری مقدس است. یک روایت در خدمت شما بخوانم که اهمیت ازدواج را نشون میده، سات سات طلاق را مبغوز ترین چیش را هم نشون میده که طلاق بسیار بد چیز است. پیامبر اکرم میفرماید تزوجو، تزوجو یعنی عرسی کنین، ازدواج کنین، ولا تطلقو، یک دیگه خود طلاق ندین، فان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ولا الذواقات. مگه عرسی کنین پیامبر گرامی اسلام مگه و طلاق ندین، فان الله لا يحب، دوست نداره پروردگار عالم او مردهای را و او زنهای را که مسلسل یک طلاق مردها که مسلسل طلاق میده، امو تر زنها و دخترها که مسلسل طلاق میگره، یعنی مردها مسلسل درو طلاق میده، مکرر درو طلاق میده، کنتینیوتی طلاق میده. یک زن گرفت چند دیر که دزو کی تیر کد بزو سیر مشه، بعض یک دیگه زن میگره، بعض یک دیگه زن میگره، امی تر درو طلاق داده موره. پروردگار عالم ای افراد هر دوست نداره، ای افراد ها در مقابل پروردگار عالم، در نزد پروردگار عالم افراد های بسیار زشت است، افراد های بسیار پست است. اما در زنها، زنها را مو میگنی زنی من که در بسیار موارد میگنی که طلاق میگره نزد شویای خو. خب واقعا این حدیث اشاره به رمزی مطلب داره که امروز مؤمن گنی در مختلف مسائل ها مردها عروسی مونن و زنهای خود طلاق میدن. پس گفتم که سیر شد، بس مورد دیگه عرسی مونه، امیتر زنها مکرر عرسی مونن، شوهر میگرن، از شوهرهای خود طلاق میگرن، وقتی که رفتی گو خدا نخواسته روابط نامشروعی پیدا کرد که دیگه کس عرسی مونه، که دیگه کس ازدواج مونه، بس از او که سیر شد باز دیگه موره، امیتر عرسی کده موره. لذا از آنی من باید متوجه داشته باشی که ازدواج یک امر مقدس است در اسلام و در مکاتب دیگه ادیان کسته. خب اگر بخوایی فکتورز آف دیورس را مو مورد تجزیه قرار بدی، انالایز کنی که واقعا فکتورز آف دیورس چی است، یعنی مو ایرا اگر مو متوجه شونی، ما در خدمت شما بگم که دو علت اصلی، یعنی دو فکتورز، تو فکتورز که است بسیار ضروریه که ما مورد توجه قرار بدی که طلاق را دمنی مارشیزمو نشون میده که دو فکتورز است و خانه ها و زوجه ها که در طلاق میرسه دو فکتورز اصلی است. یک فکتورز یه که قبل از ازدواج اگر مو
بعضی از کارها را رعایت کنی و فیملیز بعضی از کارها را رعایت کنه، جوان ها بعضی از شرایط را، معیارها را، کرایتریا را اگر بعضی کرایتریا را مد نظر داشته باشه، یقین کن در مرحله طلاق نمیرسه. لذا یکی از فکتورز آف طلاق، فکتورز آف که زندگی جهنم جور میشه، بسیاری از خانواده ها، بسیاری از جوان ها، بسیاری از دخترها، اینها قبل از ازدواج بعضی از کرایتریا را مد نظر نمیگیرن، بعضی از شرایط را مد نظر نمیگیرن، بعضی از معیارها را مد نظر نمیگیرن. و همزو خاطر میگن که بسیار در زودی در طلاق میرسه زندگی زینا، بعض اوقات میگن بسیار در کم مدت، یعنی 3-4 ماه بعد، 5 ماه بعد ای زن زوجین در طلاق میرسه. یقین که اگر امی کرایتریای قبل از ازدواج که در خدمت شما امروز میخواییم بیان کنم، اگر جوان هایی را بررسی کنن و توجه داشته باشه طرف ازی، کنسنتری داشته باشه، یک سنسیتیویتی طرف ازی نشان بیده، یک حساسیت نشان بیده طرف ازی کرایتریای قبل از ازدواج، او گفتم بسیار از مسائل ها حل میشه. خب علی میخواییم امی کرایتریایی که قبل از ازدواج که مو باید بررسی کنی را و یک زندگی خوب مو داشته باشی، جوان ها زندگی خوب داشته باشه، ای را در خدمت شما میخواییم بیان کنم. بعد از اوقات بعد از عرسی که چی کرایتریا داره، چی عوامل و فکتورز است که زندگی در طلاق میرسه، او را هم ما در خدمت شما عرض مونم. خب دو کرایتریایی که قبل از ازدواج باید مو در نظر داشته باشی، کرایتریا یعنی معیارها را و امو اصول ها را، پرینسپلز را باید مد نظر داشته باشی. یک که معیارهای اصلی در نظر روانشناسا هست، در نظر روایات هست که این کرایتریا بسیار بسیار مهمه. کسی که یک فرد دیندار است، یک فردی که در منی یک خانه مذهبی پیدا شده و خانهش مذهبی است، او این چیز را باید مد نظر داشته باشه که قبل از عرسی یک کرایتریاهای بسیار در درجه یک، یعنی در اشتیپی اول قرار میگیره که طرف ازنا باید توجه بده. یک ای که زن و شوهر، زوجین و فیملیز باید اعتقادات دختر را و اعتقادات بچه را باید حتما حتما قبل از ازدواج مورد نظر قرار بده. اعتقادات امو فطر بچه را باید مد نظر داشته باشه، امو افکار اعتقادی دختر را باید مد نظر داشته باشه. اگر این چیز را مد نظر نداشت، بسیار مشکلات ایجاد مونه که یاد خدمت شما مگم. ای یک دو دینداری بسیار مهم است. اونهای خب مود وقتی که بیس را که در اومگی دینداری، این فقط نز نگاه مذهب تشیع، بلکه گفتم مختلف مکاتب دین، حتی روانشناسا هم ما این کرایتریای دینداری را بسیار مورد توجه قرار میده. ای دو معیار است، معیار دوم اصلی در درجه اول دینداریه. مرحله سوم که بسیار زیاد مهم است و کرایتریای بسیار زیاد طرفشی روانشناس ها و روایات و قرآن توجه داده، او اخلاق است. اخلاق بچه باید مورد بررسی قرار بگیره، اخلاق دختر باید مورد بررسی قرار بگیره. اگر فیملیا طرف از دی چیزا توجه کرد، یقین که بسیار مشکلات جوان ها حل میشه. خب اول باید ایرو بگم که امی اعتقادات را در خدمت شما چند مختصر مطالب بیان کنم. البته مطالب بسیار زیاد است مورد از اعتقادات امو فتی جوان را مورد بررسی قرار دادو. اگر اعتقادات مختلف باشه، یعنی دیفرنت باشه، دیفرنس باشه ما بین زینا، مختلف باشه، تفاوت مگه فارسی متفاوت باشه، یا زندگی خود متمایز داشته باشه اعتقادات، بسیار مشکلات را منی زندگی ایجاد مونه. در بسیاری اوقات امی اعتقادات سبب مشنه که ما بین زن و شوهر جدایی صورت بگیره، یعنی طلاق صورت بگیره. چرا که امی اعتقادات است که تمام شخصیت یک فرد را، مانند هدف زندگی را، هدف فردیشی را، هدف اجتماعیشی را، هدف فرهنگیشی را، هدف اقتصادی از این فرد را متاثر مونه، چی بچه باشه و چی دختر باشه. مثلا مثال که طور پر ما در خدمت شما، مرد اعتقاد داره که مذهبیه، اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به اصول دین داره، اعتقاد به امامت داره، اعتقاد به قیامت داره، اعتقاد به آخرت داره، اعتقاد به نبوت داره. اعتقادات از این قدر مستحکم است نسبت به مسائل دینی. و اگر ای بار یک دختری لاوبالی را بگره که اعتقادات اصلا نداره به دین و نه به خدا، نه به اهل بیت، نه به امامت، نه به قیامت، خب واقعا مشکلات ایجاد میشم زین چی دیگه. مثلا بعضی از افراد ها، بعضی از مرد ها اعتقاد داره که زن چی بعد از عرسی کار نکنه، تحصیل و علم حاصل کدو بریشی مشکله که قبول کنه زن چی بعد از عرسی هم ادامه بده امی علم خوره، یعنی امو استدی خوره ده گو کالج یا دیگو یونیورسیتی یا یه گو جای دیگه. بسیاری از مردها نمیخواه واقعا.
خب این دختر باید متوجه باشه که اگر مرد این اعتقاد داره، اگر مرد شوی آینده مو ام ساعتیشی ساعتی زندگیشی این اعتقاد داره، خب برایش مشکلات ایجاد میکنه چون که دختر این اعتقاد نداره. مردم باید بگه که یار ما اگر این اعتقاد دارم که دختر نباید بعد از عرصی کار کدو بوره، دیگو فکچی بوره کار کنه، دیگو دفتر باید بوره کار کنه، نه ما نمیخواییم. خب بعضی از افراد هر انسان مینگر نمینی معاشی خو خب مینگنی که این اعتقادات که ما بینچی اختلاف پیدا شد بعد از عرصی اگر این اختلافات خود نشو میده، اگر قبل از عرصی طرف از این چیز توجه نکدی نزدانی من مشکلات ما بینی شما از دختر یا بچه ایجاد میشه. حتی بعض از اوقات مومینگنی بعض از افراد ها بعض از مردها اقدر تف و اکستریمیست است در زندگی خو، اونها نمیخوای حتی زن چی تفریح بوره پیکنیک بوره نمیخوای. لذا مومین جی که ایمان بی پروردگار عالم، ایمان بی خدا، ایمان بی اهل بیت، ایمان بی آخرت زندگی را بسیار آسان مونه، تسهیل مونه، ایزی مونه برای زن و شوهر که انسان ایمان به خدا داشته باشه. که یک وقتی در خدمت شما عرض مونم که آثار ایمان به پروردگار عالم برای زندگی اجتماعی و فردی و خانگی حتی بسیار اثرات پوزیتیو داره، اثرات مثبت داره. این یک باید اعتقادات باید مد نظر داشته باشیم، اعتقادات زن و شوهر را و فیملیز را. اگر این را نداشتیم، این اعتقادات را مد نظر نگرفتیم، این اولین فکتر جور میشه، از یک طرف فکتر دیورس میشه، از دیگر طرف اگر مد نظر داشتیم و شیرا رعایت هم کردیم این فکترز را و این کرایتریا را قبل از ازدواج، مومنگن یک زندگی بسیار خوشایند و زندگی پرسکون که قرآن هم گفته لی تسکنو علیها، زندگی پرسکون حاصل میشه. یک. دوم معیار اصلی که در درجه یک بسیار زیاد تاکید شده منی روایات او دینداری است. اولیش که ما گفتم اعتقادات، او اعتقادات امو اصول دین است، امو جهانبینی است، امو ایدئولوژی است، او کدزی دینداری فرق مونه. دینداری یعنی که مقید و در نظر گرفتوی فتوا اوامر پروردگار عالم را انجام داد، دستری وقت نماز میخوانه، دستری وقت روزه خو میگیره، دستری وقت دیگه اعمال پروردگار عالم کی گفته اونها را انجام میده، تکالیف الهی را انجام میده، نظرها مشه اونها را نظرها را انجام میده. لذا دینداری کدی اعتقادات فرق داره. خب اگر مو این فکتور در نظر نگیری بعض مشکلات ایجاد میشه. و همینطور بسیاری از خواهرها از ما شکایت کرده که شوهر ما نماز نمیخوانه، شوهر ما روزه نمیگیره، شوهر ما تمام روز فیلم ها توغمونه، فیلمی بسیار به غیر شرعی فیلم ها توغمونه. خب ای بره از او زن در او آزاردهنده هسته. خب ای زن اگر قبلا توجه میده دیندار فرد را پیدا میکد، دیندار مرد را پیدا میکد، برایش ای مشکلات ایجاد نمیشد و ای تا امروز از ما شکایت نمکد. یک زن نیه، یک دختر نیه، بسیاری از دخترها، بسیاری از خواهرها ای شکایت ترمونه. از او طرف اگر واقعا مرد دیندار است، مرد اگر ای کرایتریا را و ای پرینسپل را و ای اصول را مد نظر نداشت که طرف خوبصورتی توخ کرد، طرف سیرت توخ نکد، چون خوچی مذهبی خوچی دیندار، الی یک زن را آورده، یک دختر مسلمان آورده، از خانه آورده که او آزاد خانه بوده، نه او حجاب رعایت مونه، نه او یگو نماز را پای بنچی است، کد نامحرم ها، کد بچه تاتی خو، کد بچه خالی خو، نامحرم دیگه اینا، کد از نایی امیتر بغیری کدام جیجک گپ میزنه. شوهر ازی چون دیندار است، باغیرت ای توغمونه در مختلف پارتیز، در مختلف سالگیره، برده پارتیا، در عرصیا، که زن ما یار کدی بچه تاتی خو به سرلوچ گپ زده رایی دیگه درو. خب ای غیرت چی امکان داره که بال بیزنه و برداشت نتنه و در خانه باید زن خود تپ کنه یا زن خود رسی انتقام بگیره که تو چرا فلان فلان کار کردی. خب باید یه زوال سوچ میکرد، یک دیندار دختر باید میگرفت. خب میگنی که در این شرایط رعایت نکد و زندگی در تباه و بربادی در رخ میگره و زندگی امکان داره که در طلاق برسه. لذا این چیز را هم باید مد نظر داشته باشه. امیتر گفتم زنم باید اگر میخوای خوب مرد را باید انتخاب کنه، باید قبل از عرصی ای پرینسپل را، امی اصول دینداری را باید مد نظر داشته باشه. ای پس یک شد بسیار مهم که
که اعتقادات رو مد نظر داشته باشیم، دو دینداری رو باید مد نظر داشته باشیم، سه باید اخلاق رو باید مد نظر داشته باشیم که گفتم ای ار سی هر کدام شی از خود خو بسیار زیاد شاخه های دیگه داره که ما در خدمت شما نمیتونم در یکم وقت بیان کنم. سیم نه چیزی که بسیار زیاد ضروریه یا چهارم نه چیز او است اخلاق که یا سیم نه دیگه می اعتقادات شد و دینداری شد و اخلاق شد. اخلاق یعنی چی؟ اخلاق یعنی که صفات اخلاقی مهم صفات اخلاقی را داشته یک مرد یا دختر، یعنی ترک گناه ها. ترک گناه ها در روایتی از امام در روایتی هم که خدمت امام حسن علیه السلام مرد یا ما درباره ازدواج دختر شی کدی امام حسن علیه السلام مشوره کنه، امام فرمود دختر خو به مرد ازدواج کنو که با تقوا باشه. با تقوا باشه یعنی تقوا با پرهیزگار باید باشه. چرا؟ چون که امام علت چرا بیان بسیار واقعا تاثیر مثبت را بیان من امام مگه اگر با تقوا مرد را تو انتخاب کدی، با اخلاق ترین مرد را انتخاب کدی برای دختر خو، اگر این دختر تو را قلبا خوش نداشته باشه ظلم نم نکچی. چرا؟ چون با تقوا از خدا ترس داره، از عذاب قبر ترس داره، اما صفات اخلاقیش نمیله که برای دختر ظلم کنه. امیتر دختر اگر با اخلاق باشه شویشی اگر شوی خورا تا خوشم داشته باشه، لیکن از خاطر پروردگار عالم یک زندگی را انتخاب منه که شوهر خور زجر نمیده زنی من، زندگی خورا کوشش منه تبدیل کنه به یک زندگی خوب. اگر خوش نداشته باشه، اگر خوش داشته باشه خو چی خوب؟ اگر خوش نداشته باشه خو گو ظلم نمونه. اگر خوش داشته باشه خو چی خوب واقعا؟ هم پرهیزگار، هم با تقوای و هم رعایت منه حقوق یک دیگه خورا. اینها در خدمت امام رضا علیه السلام آمد که دختر خو می خایم یک فرد را بیدم، یک شخص ما در خدمت امام رضا علیه السلام که می خایم در یک دختر خو در رشته ازدواج منسلک کنم، می خایم یک فرد را بیدم که از نظر اسلام، از نظری که ما در دیدم، از تاریخ بایوگرافیش تو کدوم بایوگرافیش کی تو کدوم بد اخلاق آدم است. امام علیه السلام فرمود لا تزوجه ان کان سی الخلق. دختر خور به کس ندی که به کسی ندی که بد اخلاق است. دو میزنه، دو میزنه ای افراد ها را مگه دختر خور ندی، یا دختری کس نگر که بد زبان است، بد اخلاق است. امام درو مگه که کاملا واقعا درو مور امو اصول درو مو شمار نشو میده که بد اخلاق افراد ها را، بد اخلاق دختر ها را، بد اخلاق مرد ها را باید دختر خور ندیم. البته اینجا یک نکته میخوایم بگم که بعضی اوقات فیملیز بسیار تحقیق مونه، جستجو مونه، یک میگرنه که یک بچه با اخلاق است، بسیار با خوش اخلاق است، لیکن امی که عرصی مونه بعد از عرصی بسیار از خویای خو نشو میده، بد اخلاقی های خو نشو میده، در ریز ریز چیزا قارشی مایه او خود خو نشو میده. اینجا در خدمت شما بگم که شما تحقیق خور کدین بعد از عرصی یک بلوک کرایتری دیگه، یک بلوک اصول های دیگه اگر اونها رو رعایت کنه، زن رعایت کنه، شوهر خود میتونه امی بد اخلاقیش را دور کنه، یا شوهر میتونه امی بد اخلاقی دختر را یا زن خود را دور کنه. لذا در مرحله اول باید اخلاق مد نظر داشته باشه که انشاءالله در دیگه پروگرام ما مسئله را بعد از عرصی که یک سچویشن دختر و بچه قرار گرفت او را ما در خدمت شما مگم. یک معیار اصلی دیگه ای که بسیار زیاد مهم است و افرادها ای را مد نظر نداره، او مگه تناسب خانوادگی را باید مد نظر داشته باشی. یک خانواده خانواده مذهبیه، یک خانواده خانواده مذهبی نیه. یک خانواده منیشی چرس، منیشی چرسیه، منیشی ایروین کش است، منیشی معتادای شراب خورهای، منیشی بدین های. یک افراد خانه یا یک فیملیز بسیار افراد های مذهبی است، منیزو باید خانواده ها مد نظر داشته باشه دیگه خورا تناسب رای نی. نه فقط اخلاق های مرد را که دخترمو باید کمپریزن کنی، نه، باید دو فیملیز را باید تناسب شی باید متوخ کنی. بسیاری وقت میشه که دختر بچه خوب است، اخلاق هایش هم خوبه، لیکن فیملیز خراب است. و ما منجی در خدمت چی بگم که دمنی روایت است زنی من، برادرانی من، اگر از یک فیملی بدکار، از یک فیملی که گناهکار است، از یک فیملی که منیزو همیشه شراب خوری بوده، منی فیملی بوده که دین توهین چی موشه، مذهب توهین چی موشه، منیزو دی منیزو ما فیملیزی که لاوبالی ها هستن، محرم و نامحرم ده غمشی کس نیه، اگر رفتی رشته ازدواج اونجی تو کدی، یقین کن که ممکنه اول نه نسل تو، نه دویم نه نسل تو، نه سیم نه نسل،
اینها اثرات خانوادگی خو منی از اولاد ها منی نطفه بیندازه حتی د منی مرحله اول منی اولاد های انسان مایه و روایت هم است که رسول خدا فرمود پرهیز کنین از خزرای دیمن پرهیز کنین از خزرای دیمن سوال شد که یا رسول خدا خزرای دیمن چیه گفت زن خوبصورت و زیبا که در خانواده بد پرورش شده زن بسیار خوبصورت رسول گرامی اسلام مگه لیکن در خانواده بسیار بد پرورش پیدا کرده و در روایت دیگه آمده که با خانواده و فیملی خوب و شایسته وصلت کنین چرا که جنتیک و امو وراثت چی به طور مخفی منتقل مشه به اولاد های شمو موهیش دار بعض اوقات مد نظر نداری بعض اوقات میگنی که اولاد مو پیدا شد و او لاوبالیه یا بسیار زیاد کارهای بد انجام میده از سایکولوژیست ها پرسان مونی از علما پرسان مشه از دیگه که اولاد مو چیه گو دعا بدینی گو آیه قرآن چیه که اولاد مو ایتره خب مو هیچ زار مد نظر نداشتی موگه که دیگر روایت هم دست خانواده دختر بگیرین یا بچه بگیرین که خوب باشه چرا که فرزندان و اولادها مثل مامای خو مثل فارسی موگه مثل دایی خو و خاله هایشی مشنن یعنی عادات خاله خور میگره عادات مامای خور میگره عادات امزو فرد افراد خانه خور کسته میگره لذا موگه مواظب باشین که خانه های خوب را انتخاب کنین خب ای معیارها بسیار زیاد در خدمت شما گفتم که بسیار زیاد ضروریه معیارهای اول معیارهای اصلی که قبل از ازدواج باید مو شما مورد بررسی قرار بدیم یعنی معیارها را ای کرایتریا را و الا زنی من برادرانی من اگر مو کرایتریا و پرینسپلز قبل از ازدواج را جوان ها مد نظر نداشته باشه فقط سیرت توخ فقط صورت توخ کنه فقط خوبصورتی توخ کنه فقط دولت توخ کنه فقط اقتصاد توخ کنه یعنی مو پیسې شیر توخ کنه یقین کین که بسیار د کم مدت طلاق کسته مشه ای خانواده چرا چون که اینها مو خیال مونی زنی من که ما کده گو کس یک دختره فقط برای خوبصورتی شیری را ده خانه خوردم سیره چی توخ نکدوم بس اوردم زندگی بسیار خوب و خوشخرم کسته تیر میشه نه زن من ترنیه امو اخلاقش دوباره بروز مونه و ما بسیار زیاد از جوان ها را دیدم از مو شکایت هم که شکایت های خو اورده بگیری از مو مسائل های خو را و پرابلمز کو بیان کده یک شمی بوده که این فیملیز فقط سیره ده توخ کده فیملیز فقط پیسه را توخ کده فیملیز فقط خانواده را توخ کده امو پیسه شر البته ظاهره ظاهر شی توخ کده ظواهر شی توخ کده لذا میگنی که مشکلات را منی فیملیز ایجاد کده شما تو کین مسئله اعتقادات و مسئله دینداری مسئله می مذهبی افکار چقدر تاثیر داره استاد عزیز ازمو آقای فرجی که بسیار زیاد د منی امزی فیلد اکسپرت است وقت مو درس می گرفتی منی کلاس پی اچ دی خو ای گفت بچی از ما بچی خور ار سی کسته می خواستم کراو کنم برای یک دختر رفتی خواستگاری وقتی برای دختر رفتی خواستگاری ال خودم اکسپرت فیملیز اکسپرت است فیملیز دیورس وغیرہ است از یک گنتی خو مشاوره خو مشوره خو سجیشن خو بسیار زیاد پیسې زیاد کلان میگره لیکن خو چې چون کی گفت ما مسئله بچی از ماسته مسئله بچی از ماسته کی ما میخایم یک دختر برش بگیرم گیر یک دیگه روان شناس برد گیر یک دیگه سایکولوژی برد که است شیرا سایکولوژیست برد کی تاکی ای ار دورا مو نظرات شیرا توخ کنه کی چقدر نظرات از نه منی خو انډرستانډینګ زیاد در یک است چقدر منی نه نظرات از نه difference است لذا ای دختر را استاد از مو اور دختر را امی کی آنے والی بیری شیم شد با بچی خود گیرد یک اکسپرت دیگه برد اکسپرت خانوادگی وقتی که برد بس امون جی خوشی برور شیشت بچه را اول برد بچی خود گفتو بر گیرد از مشاور امو سایکولوجیست مشوره کنو ای راف سایکولوجیست یک چیز گفت از بچه پرسان کد متوقع کوئی چیزا را مو اهمیت نمیدی بعض اوقات این ها بسیار ضروریه که توخ کنی افکار اعتقادات بچه چیه اعتقادات دختر چیه فقط خوبصورتی رو توخ منی فقط خانواده رو توخ منی ای دختر وقتی که مات گیری اکسپرت امات اکسپرت چیکار کت از بو بخشی بچه رو ول رایی کت امی دوستادی از آقای فرجی وقتی که رایی کت ای اکسپرت امات امی سایکولوژیست پرسان کت ازی که خب اگر یه گو وقت روزه تو قضاش نه چیکار مونی اگر گو وقت نماز تو قضاش نه چیکار مونی دو سوال کده شی ساده سیمپل سوال کد کوئسچن کد ای خبر بسیار عجیب گبزه امی بچه گفت ما اصلا ایم سوچ نمونم یعنی ما فکر نمونم که ما نماز ما قضا شونه ما فکر نمونم که روزه ما قضا شونه ای را گفت خود چیگه تو بور ای را برو را ای کد
گنٹی زد چپراسی امات بور دختر کوئی کو دختر کوئی کا دختر امات د منی گیرزی ایکسپرٹ شیش گیرزی سائیکولوجسٹ شیش شیش تک و اشی پرسان کت گفتم یہ سیم کوسچن کت کہ اگر نماز تو قضا شو چیکار منی ایگو وقت روزے تو قضا شو چیکار نی دختر بالکل بغیر کوم فکر ایج گپ نہ گفت خوب قضا شو دیگه و روزی ما قضا شو دیگه ایران گفت تو برو بر برو رفت استاد از ما دمنی داخل گیرم زی خودی که فیل چی بود پروفیشنل بود در مسائل خانوادگی مسائل فیملی ای گفت چیکار شد گفت ای دختر و بچه تو که دی دختر زندگی برش فیت نیه یعنی میگه دیگه خو گفت چطور گفت ما یک دو کوشن کردم سیم اردوی شیرا گفت از زمین تا آسمان اردوی شی زمین افکار شی اعتقادات شی ایدئولوژی شی فکر شی فرق مکت لذا ای اردو د خود خو کسته نه مخره یعنی زندگی زینا کسته زندگی صحیح آینده ندرنی نه اگر زندگی کده اینا زندگی بسیار زود از هم زود پاشیده مشه از هم زود اینا جدا مشه خب میگنی که د مرحله اول مسئله اعتقادی بسیار زیاد امو اثرات خوره نشو میده زانی من مو شمو ای چیزا را توجه نمونی مو شمو ای کرایتیریا را و ای پرنسپلز را مو شمو مد نظر ندره زانی من لذا ما امیدوارم که فیملیز و اونایی که عرصی مونه بچه و دختر حتی نفسیات دانا مونگه که قبل از دواج بورن گیره و گو اکسپرت بورن افکار خوره که دختر گیره زو بیان کنیم که تو چی افکار ها داری؟ دختر چی افکار ها داره؟ و ای اردو آیا شما ما وینش خواه افکار های شما منی خواه شما اندرستندینگ دارین یا ندارین؟ اگر ندارین باید شما زندگی نکنین لذا از من ای چیزا رو باید مد نظر داشته باشین ما انشالله سبا در درجه دوم که کرایتریا بسیار زیاد مهم است او هم خب امکان داره دا برای بسیاری از افراد ها امی که مطالب در خدمت شما بیان کردم در درجه اول اینها کرایتریا باشه اون پرینسپلز باشه یعنی معیار های اصلی باشه اون معیار هایی که سبا در خدمت شما بیان مونم اون معیار ها در برای بعضی از افراد ها معیار های دسته اول باشه که اونها هم ضروریه لیکن روایات ایر مگه که امی اعتقادات دینداری و اخلاق اینها را در درجه اول قرار میده و بسیاری اثرات مثبت برای زوجین داره زندگی جوان ها داره که باید این آرمه دی نظر داشته باشه خب ای یک در مرحله دوم که ما میخواییم کرایتری دوم ما میخواییم بیان کنم در خدمت شما او هم بسیار گفتم ضروری است وقتی که ما قبل از کرایتری ازدواج کرایتری مرحله اول و مرحله دوم ما میخواستم بیان کنم از او بعد ما در مابین زندگی که بعض اوقات این کرایتریا را افراد ها رعایت هم مونه خب 100% نموشه که یک انسان جستجو کنه تحقیق کنه یک بچه را بگه اینی با اخلاق ترینه لیکن میگنه که بعد از عرصی او امو اصلی شکل خود بعد نشو میده خب بعد از عرصی که اصلی شکل خود نشو دد و دزی مشکلات سی دیورس گرفتار شد مو اونجی باید چیکار کنی و او چرا دزو مشکلات گرفتار مشه چرا زندگی جهنم جور مشه و فکتر سی چیه او را در خدمت شما انشالله آینده دمزنی سه چار مجالیس سه چار پروگرام ما میخواییم بیان کنم گفتم از زنی من برادرانی من ریشوی طلاق و ریتینگ طلاق دمزنی هم سوسایتی ازمو در کویتا هم در پاکستان هم در دیگه شهرها و هم دمزنی آسترالیا هم در یورپ زیاد است این یک چیز که در خدمت شما بیان کردم که دیگه مطالب را سبا بیان امین جی یک نکته بسیار در بریکیت میخواییم بیان کنم بسیاری از خواهرها شکایت هم ایرکدن که مو 9 سال شده 5 سال شده 10 سال شده در کویتا منده مور کوی نمونه کیس مونه مندزه و مشکلات مو در ایجاد شده رایی فقط بعضیش خرچه نمیده بعضیش خرچه میده تلفون نمونه اینا هر ما انشالله در یک پروگرام در خدمت شما جوانهای عزیز میخواییم بیان کنم امیدوارم پروردگار عالم این مطالبی که امروز مختصر بیان کدوم مورد قبول شی واقع شده باشه و این کرایتریای قبل از ازدواج که سه چهار دنه را مختصر در خدمت شما بیان کدوم اینها مفید ثابت شده باشه و دعاگو هستم که جوانهایی که ازدواج کدن و زندگیش اختلافات صورت گرفته و زندگیش بسیار خطرناک صورتحال اختیار کده و درو در طلاق درو میرسه اونها یک زندگی بسیار خوش و خرم اونها را نصیب شنه از پروردگار علم دعا مونی و انشالله امیدوارم که سبا هم شما به تعداد زیاد
شرکت مونین د زی برنامه ویډیو رم شیر کنین زیات زیات والدین خون شو بدین دیګه افراد های خانه رن شو بدین ای ویډیو ر کی یک زندگی خوب بری قوم یزمو بری ملت یزمو بری جوان های قوم یزمو زندگی خوب نصیب یزنا شونه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.